اسم این ولومه. ولوم یه مقاومت متغیره که مقدار اون به وسیله این دسته که اینجا هست، ببینید من میچرخونم، این دسته که به چپ و راست من به چرخونم مقدار مقاومت تغییر میکنه. سلام علیکم. دیگه نمیگم من محمد علی دشتی هستم، میگم من بابای ایلیا هستم، اومدم با یه ویدیو دیگه خدمت شما. خیلی از دوستان هستن که دارن الکترونیکا از صفر و پایه شروع میکنن و این قطعاتی که برای ما خیلی راحته برای دوستان جای سواله. این سه تا پایه داره. و بالای اون یه عدد نوشته. این عددی که نوشته اینجا نوشته بی 50 کا. 50 که عدد 50 است. کا هم یعنی 1000. این یه ولوم 50 کیلوه. این سه تا پایه که اینجا بهتون نشون دادم، این پایه کنار سمت راستی و پایه سمت چپیه، اگر به وسیله اوهمتر این دو تا پایه کناری شما اوهمشو بخونید میشه همون 50 کیلو. حالا این پایه وسطیه. ببینید اگر من این ولومو بچرخونم مثلا این طرف، این پایه نسبت به پایه کنار اون اوهمش میشه 0 و پایه وسط نسبت به پایه اون یکی میشه 50 کیلو. اگر من اینو دوباره به چرخونم بیارم وسط، این دفعه این پایه وسطیه نسبت به اون پایه سمت چپیه میشه 25 کیلو و نسبت به پایه سمت راست اوهمش میشه چپ 25 کیلو، یعنی نصفه میشه. و اگر کامل به چرخونم معکوس حالت یک میشه، یعنی قبلا اون موقع 0 کیلو بوده الان میشه 50 کیلو. الان نگاه کنید داخل شماتیک، اون پایه وسطی میبینه داخل شماتیک، اونو اگر من هولش بدم به سمت چپ و راست نسبت اون اوهمی که اون پایه وسطی داره تغییر میکنه. اگر مثلا به سمت راست بچرخونم پایه وسطی به کناریش میشه 0. اگر معکوسش کنم بچرخونم اون طرف، حالت قبل من معکوس میشه، پایه وسطی به اون یکی که نزدیکه میشه 0، به اون یکی پایه که اون طرف دورتره میشه 50 کیلو. به وسیله این شما میتونه اوهم در زمانی که شما خودتون نیاز دارین سریع عوض کنید. دیگه حتما همه شما کاربرد اینو دیدین، تغییر میزان ولوم صدا داخل حالا رادیو ضبط، حالا تلویزیون های قدیم همه از این استفاده میشه، حالا شده دیجیتال کنترلی، قدیما از این استفاده میشه و هنوزم کاربرد داره. الان ببینید مثلا این قابایی هست اینجوری، رو دستگاه آمپلیفایر هم از اینا خیلی استفاده میشه. ببینید الان اون نشانگره رو ببینید، من راحت این سر ولومی که اینجا هست میچرخونم، میبینید نشانگره میاد تا به این قسمت برسه. اینا بهش میگن ولوم. همینا تو سایز کوچیکتر هم درست کردم که میشه این. به این میگم پتانسیومتر. پشتش هم ببینید سه تا پایه داره. این سه تا پایه هم دقیقا مثل همینه. باشه اونو ببینید. یعنی این تو این ولومه پایه وسطیه، تو این پتانسیومتر اومده اون پایه وسطی اومده پایه شده بالاییه. دو تا پایه پایینیه میشه این دو تا پایه کناری. حالا این اولیه 50 کیلو بود، این بعدیه ببینه یه عددی اومده روش نوشته، نوشته 504. خب عدد 50 اولو که اوکیه، چرخوندی بابا. عدد بعدیه که نوشته 4، یعنی 4 تا صفرم ادامش بیاری میشه پس 500,000. آره دیگه. میشه 500 کیلو این پتانسیومتر. اگر خواسته باشین مثلا یه جای 25 و 2 کیلو تنظیم کنین به وسیله این، یکم سخته چون شما مثلا تنظیم میکنین میشه 25، بعدش میشه 25 و 1 دهم، 25 و 2 و 3 دهم. این 25 و مثلا 2 فیکس کار سختیه، حتی تو این قسمت هم یکم سخته. حالا اگر جایی خواستین خیلی دقیق اونو تنظیم کنی مثلا 25 کیلو و 23 کیلو، یعنی 2523. تو این زمان به وسیله اون دو تا که بهتون گفتم خیلی کار سختیه، اومده یه چیز دیگه ساختن
اینو ساختم. به این میگم مولتی تر. اگه شما خواستین مقدار خیلی دقیق تعظیم کنی، این پیچه رو میچرخونین و مقدار اون احمه کوچیک کوچیک برای شما تغییر میکنه. پایین اونم ببینید، سه تا پایه داره، دقیقا مثل اون پایه‌ای که قبلا بهتون گفتم. حالا یه عددی نوشته روبروی اون، اگر بتونم به شما نشون بدم، اون شماره که روبروی اون پیچه نوشته، اینجا نوشته W203. 203 یعنی 20 و عدد 3 یعنی 3 تا 0. این مولتی ترن 20 کیلو هست. پس دوستان اگر خواستین جایی سریع بتونید حالا یه مقداری مقاومت رو تغییر بدیم، مثل تغییر ولوم صدا، از این ولوم استفاده می‌کنید. اگر جایی خواستید به وسیله پیشگوشتی یه مقداری رو تغییر بدید ولی دقت اون خیلی بالا نباشه، مثلا با دقت 100 نباشه، از این پتانسیومتر استفاده می‌کنید. اگر جایی نیاز بود که نه با دقت بالا اون مقدار رو تغییر بدید، از مولتی ترن استفاده می‌کنید. سعی کردم خیلی ساده ولوم، پتانسیوم و مولتی ترن برای شما معرفی کنم. اگر ما رو از کانال یوتیوب میبینید سابسکرایب کنید 1000 بار. خب من برای کمک ایلیا، موفق و پیروز باشید. خداحافظ.